درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 24 آوریل نگاهی داریم به آیت الله خامنه ای و بیمه درمانی همگانی. یارانه بگیر هستن و چه کسایی که داوطلبانه انصراف میدن اگر فاقد دفترچه بیمه باشن ما رایگان اینها رو بیمه میکنیم. در 4 روز از آغاز ثبت نام بیمه همگانی تحت عنوان بیمه سلامت، گزارش ها از ثبت نام بیش از 1 میلیون نفر در سامانه بیمه سلامت حکایت دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز جهانی بهداشت در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی سلامت را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در بند 9 این سیاست‌ها زیر عنوان توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف نوشته شده است. بخش 9.1 همگانی ساختن بیمه پایه درمان 9.2 پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد. ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستور عمل های قانونی و شفاف به گونه ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد بخش 9.3 بود و در 9.5 تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر وعده داده بود که در طول 4 سال آینده بیمه رو همگانی خواهد کرد. سید مهدی میرشاه ولد سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی بیشتر اعلام کرد افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های پایه سلامت یا درمان نیستند می توانند از دوشنبه که گذشت، هفته گذشته، در ابتدای همین هفته بدون پرداخت حق بیمه برای بیمه سلامت ثبت نام کنند. ثبت نام از اول اردیبهشت ماه طور که میدونید آغاز شده. دولت ایران قصد داره در طرح بیمه همگانی سازمان‌های بیمه‌گر رو زیر چتر سازمان تازه تأسیس بیمه سلامت ایران جمع کنه. انوشیروان محسنی وندپی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران میگوید آمار مشخصی از افراد فاقد دفترچه بیمه وجود ندارد، اما دولت در سال 93 حدود 6 میلیون نفر جمعیت فاقد بیمه رو به رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار خواهد داد و برای اجرای آن 800 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است. حق سرانه بیمه پایه سلامت برای سال امسال 258 هزار تومان برای هر فرد است که این مبلغ را دولت قرار از محل فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تأمین و پرداخت کنه. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا با طرح رهبر جمهوری اسلامی برای بیمه همگانی درمانی موافقید؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله رو انتخاب کردن. اکثریت با این طرح موافقن و امیدوارن که شاید بتونن از این بیمه همگانی درمانی استفاده بکنن. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@vnews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در 7 پرده به نگاه جمهوری اسلامی به نظام سلامت. وزارت بهداشت پذیرش زنان در رشته‌های پزشکی را محدود می‌کند. امیر محسن ضیایی معاون وزیر بهداشت: سهم پسران در کنکور رشته پزشکی افزایش می‌یابد. وی از این طرح تحت عنوان تعادل‌سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نام برد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ کرد. ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای. مهدی میرشاه ولد سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی:
ثبت نام اولیه از متقاضیان طرح بیمه همگانی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می شود. همه شهروندانی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های درمانی نیستند شامل این طرح می شود. مجلس شورای اسلامی فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را تصویب کرد. تمامی اقدامات سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هر گونه تبلیغات درباره تهدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. روزنامه شرق. رضا حسین پور، مدیر کل بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد 50-60% ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی در سال 93 خبر داد. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت. خدمات زایمان طبیعی از تاریخ 15 اردیبهشت ماه رایگان می شود. هدف تشویق زنان باردار به انجام زایمان طبیعی است. کاهش مصرف نمک، شکر و روغن از جمله برنامه های وزارت بهداشت است. خبر آنلاین. تأمین اجتماعی در دولت هاشمی رفسنجانی 24، دولت محمد خاتمی 21 و در دولت محمود احمدی نژاد فقط یک بیمارستان ساخت. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر محمدعلی توفیقی، مدیر کل پیشین درمان تامین اجتماعی استان کردستان و رئیس پیشین نظام پزشکی و مرکز بهداشت سنندج از پاریس به ما میپیوندند. آقای دکتر محمد کاظم عطاری، مدیر پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران هم در استودیو صدای آمریکا در واشنگتن با ما هستند. به هر دو شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای دکتر عطاری، حالا این خبرم برشک ابتدا بر من اشاره کردیم، آقای میرشاه ولد سخنگوی ستاد اجرایی در خود سایت امروز اعلام کرده بودند که تاکنون 700,000 نفر ثبت نام کردند. وزیر کار آقای ربیعی امروز گزارش داد که تا صبح امروز بیش از 1,000,000 نفر در این طرح بیمه سلامت همگانی ثبت نام کردند. خواستگاه این سیاستی که از سوی دولت رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای مطرح شد چه بود؟ بحث زیادی است که این سال هاست این قانون وجود داشته. چه شد که رهبر جمهوری اسلامی به نظر شما این سیاست رو به این شکل ابلاغ کرد و چرا این نکات خاص رو روش انگشت گذاشتن، تاکید کردن؟ اصولا بحث های بهداشتی درمانی جز بحث های جذاب جامعه است و همه نگاه مثبتی بهش دارن. به همین خاطر زمانی که قرار هست یه مسئله مثبتی در جامعه در این زمینه انجام بشه، همه گروکشی میکنن تا به نحوی در واقع این رو به نفع خودشون تموم بکنن. از جمله اطلاعی رهبری هم در همین راستا هست. اصلا این مسئله سوابق بسیار دیرینه‌ای داره. از اوایل دولت آقای خاتمی این مسئله پایه‌گذاری شروع شد، هرچند قبل از اون هم بیمه همگانی به شکل‌های مختلف دیگه قرار بود اجرا بشه، اما به شکل اجرایی امروزیش از اون زمان آغاز شد. تو دولت آقای احمدی نژاد یه مقدار بررسی‌های بیشتری شد و نهایتاً در دولت آقای روحانی قرار بر اجرای این قضیه گرفته شد که مربوط به ماه‌ها قبل هست، حتی قبل از ابلاغ این سیاست‌های جدید. و در توییتر آقای روحانی هم باز یه مسئله تبلیغاتی که می‌بینیم، ایشون روحانی کیر آره روحانی کیر به تقلید از اوباما کیر آمریکا دقیقاً خود ایشون اسم میارن و میخوان استفاده بکنن. میخوام بگم که مسئله بیمه های پایه سلامت یه مسئله اساسی هست که الان تقریباً همه دنیا داره به این سمت پیش میره که همه مردم برخوردار از یه بیمه پایه اولیه باشن. این خیلی خبر خوشی هست و در واقع کار شما فهم کنید که بیشتر جنبه تبلیغاتی برای رهبر جمهوری اسلامی داره، چون ابلاغیه این مسئله بیشتر میتونه مسئله تبلیغاتی و در واقع
حالت کردیت و اعتباری باشه که برای خودشون دارن کسب میکنن، ولی اصل مسئله مسئله بسیار خوب و پسندیده هست. در صورت که من در این نکته که برای من جالب بود، چون حالا وارد جزئیات این قضیه خواهیم شد، به تفصیل صحبت خواهیم کرد، بخش ابتدای برنامه می گزارشی داشتیم، تضادی که وجود داره در این ابلاغیه که رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده، در اون چیزی که خود ایشون عنوان میکنه در مورد سیاست‌های ازدیاد جمعیت، چه نکته‌ای در واقع هست که به نظر شما این دو در کنار هم مقدار پیچیده به نظر میرسید؟ بله، ببینید توی این ابلاغیه هم که الان ایشون در نیمه فروردین اعلام کردن، ما تقریبا دو بخش گسسته از هم رو میبینیم. یکی بخش‌هایی هست که نظرات کارشناسی همه کارشناسان و اساتید دانشگاهی هستن که در این زمینه کار میکنن، توی این آورده شده، خیلی هم علمی آورده شده. یه بخشهایی هست که دقیقاً ردپای نظرات خود آقای خامنه‌ای توش دیده میشه. یکی اون مسئله این که ما میخوایم در همه جا اون رهبری جهان اسلام، اول بودن در جهان اسلام، اول بودن در منطقه رو داشته باشیم. یکی دیگه بحث اسلام، ولی واقعا آیا ظرفیت اینو داره سیستم دوای نظام پزشکی ایران که اولین باشه در منطقه یا در قبل از کشور اسلامی؟ بله بوده، به شرط داره آقای خامنه ای یا کسان دیگه اگر میخوان کمکی به اجرای این سیاست ها بکنن، بهترین کار این هست که اصلا در این زمینه ها واقعا اظهار نظرهای غیر کارشناسی نکنن و به سمت سیاسی کردن این بخش پیش نرن، یعنی بذارن کار علمی و تخصصی پیش بره. اگه میخوان کمکی بکنن، بهترین کمک سرازیر کردن بودجه های لازم و نیازها و اعتبارات مالی لازم برای این قضیه است. ما کم نداریم کارشناسانی که واقعا طرح‌های بسیار بدی، نوآوری‌های خیلی خوبی دارن توی برنامه‌ریزی، ولی برای اجرا نیاز داریم که سرمایه‌گذاری بیشتری بشه و بودجه‌ها سرازیر بشه. عرض می‌کردم که در این دو تا قسمت گسسته‌ای که بخش‌های علمی و کارشناسیش هست که خب خیلی خوب اجرا یعنی آورده شده، یکی دیگه نظرات ایشون هست که به خصوص تو زمینه اسلامی کردن، یه بخش‌هایی هست که خیلی کلی‌گویی شده و قابل سوء استفاده‌های زیادی میتونه باشه. یکیش همین مسئله انتخاب و ارزشیابی دانشجویان پزشکی و اساتید هست که این باز این نگرانی وجود داره که دوباره دانشگاه‌ها به سمت اون گزینش‌های سال‌های قبل برگردن، به جای شایسته سالاری یه مقدار کارهای گزینشی انجام بشه. و نکته دیگه این اخلاق پزشکی هست که ما میدونیم خب خیلی از کارشناسان اخلاق پزشکی ایران همین الان تو آمریکا دارن با روش‌های نوین اخلاق پزشکی دنیا آشنا میشن، اما تاکید ایشون بر اخلاق اسلامی بوده و این محدود کردن این میتونه سوء استفاده هایی رو باز در اجرا در واقع به وجود بیاره. در مورد ازدیاد جمعیت چطور؟ در مورد ازدیاد جمعیت، ببینید ما در بحث بهداشت و تنظیم خانواده که بیمه سلامت هم تاکیدش علاوه بر مسئله درمان مسئله سلامت و بهداشت هم هست، ما در بزرگترین افتخاری که در این دوره ها داریم، ما تأسیس خانه های بهداشت و شبکه های بهداشت درمانی است به عنوان یک اقدام بسیار خوبی که انجام شده. حالا ما میایم بخش اساسی سلامت مردم و توصیه های بهداشتی که در این زمینه ها هست رو با حذف روش های کنترل بارداری میام اونها رو هم حذف میکنیم، چون سلامت و بهداشت و تنظیم خانواده اینها دو تا چیز همراه با هم هستن. وقتی قرار باشه یه بخشش حذف بشه، تمام اونها حذف میشه. و خب ما میبینیم خیلی از روش های درمانی رو الان ممنوع کردن. ما که نمیتونیم روش های درمانی رو ممنوع بکنیم به خاطر اینکه یه سیاست های جمعیتی میخوایم داشته باشیم، ضمن اینکه این سیاست های جمعیتی هم خودش قابل بحث است. اگر ما بیان روش های کنترل بارداری رو بیان اون سیاست ها رو اعمال نکنیم، یا اینکه هزینه ها رو اونجا هزینه نکنیم و اعتبار ندیم، منجر به این میشه خانواده هایی که در واقع امکان بهره بر امکان اینکه یه فرزند خوب رو تحویل جامعه بدن در جامعه، تعداد جمعیتشون اضافه خواهد شد. اما خانواده های برخوردار که امکان این که رشد فرزندان خوبی داشته باشن در اونجا، باز هم از اون روش ها به صورت آزاد استفاده میکنن. و در واقع میخوام بگم که فقط جمعیت به سمتی پیش خواهد رفت که افرادی رشد خواهند کرد و بچه های به دنیا خواهند اومد که این بچه ها در خانواده هایی که توانایی در واقع اون رشد سالم رو در جامعه پیدا نمی کنند بیشتر خواهند شد. خب بخشی از صحبت های مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران رو درباره شمار افراد بدون دفترچه بشنویم. این رو هم باز من توضیح بدم که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز اعلام کرده که بعد از اعلام اینکه بیش از 1 میلیون نفر در طرح بیمه سلامت همگانی تا الان در واقع در پایان روز سوم و روز چهارم
ثبت نام کردن. ایشون گفته که برای بیش از 6,300,000 نفر ثبت نام این تعداد افراد آمادگی داریم. ولی بشنویم صحبت های مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران رو. آمارها چون هنوز میگن شفاف نیست. بعضی میگن این 13 میلیون عدد واقعی نیست. بعضی میگن 5 میلیون کمه. بعضی میگن 7-8 میلیون. بالاخره قانون این هست که ما هر کسی که تو این کشور زندگی میکنه و از 73 تا 92 این قانون هم اجرایی نشده، الان اینو میخوایم عملیاتی و اجرایش بکنیم. آقای دکتر توفیقی، نکته واقعا جالب این هست که یک چنین پروژه برشه به این بزرگی، مدیر عامل سازمان هنوز حتی در مورد رقم این تعداد افرادی که قرار اینها ثبت نام بکنن اختلاف میلیونی وجود داره. یعنی میگن بعضی میگن 13 میلیون، بعضی میگن 5-6 میلیون، بعضی میگن 7-8 میلیون. صحبت تقریبا دو برابر شدن تعداد این افراد هست در بعضی از این آمارها. چقدر چنین چیزی واقعا ممکنه؟ واقعا آیا نمیدونن چه تعداد افراد باید دفترچه بگیرن، چه تعداد افراد دفترچه ندارن؟ و چرا بعد از 20 سال همطوری که خودشون هم صحبت میکنه بعد از سال 73 که این قانون تصویب شد تصمیم گرفتن که این رو به اجرا بگذارن؟ بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید، یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ساختارهای جامعه ما رو امروز در چنبره خودش گرفته و به نوعی از عوامل عقب ماندگی اون هم به حساب میاد، همین موضوع نبود یک مرکز دقیق برای آمارگیری و ارائه عدد و رقم مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و اصول کارشناسی هستش. این مایه تأسفه که یک مسئولی که به هر حال تصمیم گیرنده هستش و یک برنامه رو شروع کرده، هنوز آمار دقیقی خودش از تعداد افرادی که قرار اونها رو تحت پوشش قرار بده نداره. البته این تنها تناقضی نیست که در صحبت‌های اونها وجود داره. در گزارشی که شما پخش کردید، در واقع از قول خود از قول ایشون ذکر شد که ما در واقع بر اساس سرانه 21,500 تومانی و برای حدود 6 میلیون بیمه شده برنامه‌ریزی کردیم که اینها رو تحت پوشش قرار بدیم، در حالی که ایشون اعلام کرد که این ما حدود 800,000 میلیارد تومان برای این کار بودجه در نظر گرفتیم، در حالی که یک ضرب و تقسیم ساده نشون میده اگر مبنا رو همون 6 میلیون نفر بگیریم برای اجرای این طرح 1500 میلیارد تومان در واقع بودجه نیاز هستش. و خب این از قدم اول طرح نشون میده که برنامه ریزی دقیقی نشده. یعنی از یک طرف آمار دقیق افرادی رو که میخوان تحت پوشش قرار بدن ندارن، از سمت دیگه بودجه رو که در نظر گرفتن تقریبا نصف بودجه هستش که اونها پیش بینی کردن برای 6 میلیون نفر، چون ظاهرا استقبال هم زیاد هستش. همونطور که گفتید، وزیر رفاه همین امروز اعلام کرده که تا همین امروز 1 میلیون نفر ثبت نام کردن. بنابراین من میخوام اینطوری خدمت شما عرض بکنم که عمده مشکلاتی که آقای دکتر عطار هم به اون اشاره کردن که برنامه‌ها در کشور ما اجرایی نمیشه، برمیگرده به اینکه یک برآورد دقیق و یک کار کارشناسی منظم و بر اساس اصول علمی روی اون انجام نمیشه. همین طرح بیمه همگانی برمیگرده در واقع به ماده 96 قانون چهارم برنامه توسعه که در سال 83 برای اجرا ابلاغ شد. اون زمان قرار بود که 100% جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرن، اما متاسفانه علارغم اینکه برنامه‌های متعددی اجرا شد و علارغم اینکه تلاش‌های زیادی برای اجرا کردن این پوشش بیمه همگانی انجام شد، اما تا امروز ما شاهد هستیم که همچنان این برنامه ادامه داره و هنوز امروز آمار از 6 میلیون و یا به قول خودشون همونجا اصلاح می‌کنن که چیزی حدود 17-18 میلیون در واقع ممکنه در این طرح قرار بگیرن. چرا این نکته همین هست؟ شما خودتون برشه در دولت آقای خاتمی برشه پست داشتید. چرا فکر میکنید بعد از 20 سال تصمیم گرفته شده که این طرح و الان هم اینجور دقیق عنوان میشه که عزم این وجود داره که الان به اجرا گذاشته بشه؟ ببینید، در مورد اینکه چرا الان تصمیم گیری شده، خب به هر حال بحث بیمه سلامت یک نیاز و
ضرورت هستش که مبتنی بر واقعیت‌های دنیای امروز هستش. در حال حاضر وضعیت درمانی کشور، هزینه‌های کمرشکن و سنگینی که بر روی خانواده‌های ایرانی داره وارد میشه، روز به روز فشارش در حال افزایش هستش و به نوعی میشه گفت که امروز جامعه ما به یک وضعیتی رسیده که برخلاف اون گفته آقای خامنه‌ای که جایی گفته بودن که ما میخوایم اگر کسی بیمار شد بجز رنج بیماری هیچ مشکل دیگه ای نداشته باشه، باید گفت که امروز اگر کسی بیمار بشه به خاطر مشکلات وسیع و عدیده‌ای که در سیستم درمانی ما و در نظام سلامت ما وجود داره، ممکنه حتی مشکل و درد بیماریش رو فراموش بکنه به خاطر هزینه‌های کمرشکن، کمبودهایی که وجود داره و ضعف مدیریت‌هایی که به طور آشکاری در جامعه ما خودش رو داره نشون میده. این آقای دکتر، از این جهت سوال کردم که آیا همزمانی این فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به نظر شما زمینه شده برای اینکه این طرح الان اینطور احساس بشه که عزم وجود داره برای انجامش؟ ببینید، به هر حال یکی از خواسته های عمومی مردم در همه جای دنیا، چه امریکا باشه چه اروپا و چه ایران و یا آسیا، بحث سلامت هستش و به هر حال اینها میخوان از یک سطح بالایی از سلامت برخوردار باشن. از سوی دیگه خب ایران در حال اجرای یک برنامه گسترده اقتصادی تحت عنوان هدفمندی یارانه ها هستش و از اونجایی که خب اینها تصمیم گرفتند در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بخش عمده ای از اون رو اونطوری که خودشون اعلام کردن حدود 4000 میلیارد تومنش رو به بخش درمان و بخش سلامت تزریق بکنن، خب این برنامه رو فرصت و زمان مناسبی برای اجرای اون تشخیص دادن. البته من فکر میکنم این که این تشابه سازی ها میشه مثلا حالا برنامه آقای اوباما در زمینه سلامت و یا برنامه آقای روحانی، این بیشتر از خوششانسی آقای روحانی هستش، وگرنه این طرح در زمان آقای خاتمی که مبتکر ایده گفتگوی تمدن ها بود شروع شد و در اون زمان پایه‌گذاری شد. اما امروز به هر حال احساس میکنن چون یک بخشی از یارانه ها رو میخوان از یارانه های نقدی حذف بکنن تحت عنوان این که میخوان این رو در بخش سلامت هزینه بکنن، خب روی اون دارن کار تبلیغاتی هم در این حال انجام میدن. گرچه به نظر من مشکل فقط این نیست که افراد در یک پوشش بیمه‌ای ثبت نام نشدن، بلکه مشکلات یک موضوعات ساختاری دیگه ای هستش که حالا اگه شما خواستید میتونیم وارد اون مقوله هم بشیم، چون سلامت تنها نبود بیماری نیست، بلکه برخورداری از یک رفاه کامل جسمی، روحی و روانی هستش که متاسفانه مردم ایران به خاطر شرایط خاصی که حاکمیت استبداد دینی برای اونها ایجاد کرده، امروزه از اون سلامت و رفاه کامل روحی و روانی برخوردار نیستن. بله، نکته که اشاره کردید در مورد وبسایت که الان بیمه سلامتی ایران برشک دارن ثبت نام میکنن، الان ادعا شده 1 میلیون نفر، امیدواریم که به مشکلاتی که این وبسایت اصطلاحاً اوباما کیر یا این افوردبل کیر اکت دچار نشن. حتی اون ابتدا در آمریکا جنجال‌های زیادی رو برپا کرد که این امکان دسترسی به وبسایت چنان وجود نداشت و ثبت نام خیلی راحت نبود. البته ایران هم، دولت جمهوری اسلامی هم در این چند روز اطلاع رسانی کرده، حتی گفتن که مراکزی رو قرار دادن برای اینکه با احتمالاً یه دستمزد کارمزد 2000 تومانی افراد بتونن مراجعه بکنن، هایی که به اینترنت دسترسی ندارن بتونن ثبت نام بکنن. و پرسش اتفاقا مهم هم این هست که بخش عمده از اون افرادی که احتمالاً دفترچه بیمه ندارن ممکنه در روستاهایی باشن که دسترسی به اینترنت هم براشون خیلی به سادگی فراهم نیست. بخشی از صحبت‌های وزیر کار رو با هم بشنویم در مورد این که اگر بیش از 6 میلیون نفر ثبت نام کردن چه خواهند کرد. اما این به این معنا نیست اگر تعداد بیشتری اومدن مسکوت بذاریم، حتما منابع جدید تزریق خواهیم کرد. آقای دکتر عطاری، منابع جدید، منابع مالی این طرح چطور قرار تامین بشه؟ توضیحی البته آقای دکتر توفیقی دادن. پیش بینی که شده این است که 10% از فاز دوم اجرای هدفمندی و یارانه ها به این بخش سلامت در واقع و این بخش بیمه ها، نه تنها بیمه ها، کلا بخش سلامت
داده بشه. اگر ما در نظر بگیریم که اون چیزی که پیش بینی کردن، یعنی 48,000 میلیارد تومانی که قرار هست از اجرای فاز دوم در واقع به دست بیاد، 10% باید به این بخش داده بشه، همون تقریبا حدود مبلغی که آقای دکتر فرمودن 48 میلیارد تومان، این میتونه کمک بکنه. یه بخشی که حالا یکی از فرازهای این دستور آقای خامنه‌ای هست، این شفاف سازی منابع مالی هست. ما الان در اعداد و ارقامی که اعلام میشه تفاوت‌های حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان تفاوت بین اعداد و ارقامی هست که اعلام میشه که هزینه میشه هر سال. این نشون میده که یه بخش‌هایی از بودجه‌هایی که داره به سیستم درمان وارد میشه واقعاً سرانجام مشخصی نداره. همش به معنای این نیست که من این شبهه رو مطرح بکنم که شاید اینها در واقع داره حیف و میل میشه، ولی میخوام نشون بدم که اینها داره منابع به صورت شفاف مصرف نمیشه و منابع مالی که شما فرمودید بیشتر هدف این هست که از این فاز دوم هدفمندی یارانه ها در واقع کسب بشه. بهداشت خودشون اعلام کردن حدود 11,000 میلیارد تومان کسری بودجه داره. این برای خود بودجه های جاریشون هست. ببینید یه مشکل اساسی که وجود داره، بودجه های جاری وزارت بهداشت همش بخش سلامت نیست، یه بخش هایی در مصارف به مصارف دیگه میرسه که اونها متاسفانه در به عنوان هزینه سلامت به حساب میاد، در صورتی که اصلا به بخش سلامت و درمان داده نمیشه. و این خب وزارت بهداشت کسری بودجه که از قبلا داشته، طرحهایی که جدید داره اجرا میکنه، همه این طرحها نیازمند بودجه هستن. و مسئله دیگه وارد شدن سیستم های تشخیصی پرهزینه که جدیدا داره در دنیای امروز معمول میشه، همه اینها نیازمند این هست که نگاه ویژه‌ای به بودجه های سلامت بشه. در 15 سال گذشته یه چیزی در حدود شاید 180 برابر بودجه های کل دولت افزایش پیدا کرده، ولی بخش سلامت تنها 80 برابر افزایش پیدا کرده. این فاصله 100 برابری که بخش‌های دیگه رشد کردن، اینا دقیقاً از جیب مردم داره پرداخت میشه. یعنی در طی این 15 سال کم کم در واقع تأثیرات خود هزینه‌های سلامت دولتی کم شده و هزینه‌ها از جیب مردم به تدریج افزایش پیدا کرده. حتما در مورد این هزینه از جیب صحبت می‌کنیم. برای اینکه این قضیه در واقع منابع مالی روشن بشه، آقای دکتر توفیقی هم اشاره کردن، ببینید حق سرانه بیمه پای سلامتی که امسال در نظر گرفتن گفتن 258 هزار تومان هست برای هر فرد و قرارم هست که این رو همه رو از این فاز دوم هدفمندی یارانه ها تامین بکنن. شما وقتی که ضرب و تقسیم میکنید آیا این رقم درست در میاد؟ آقای دکتر توفیقی گفتن که 800 میلیارد دلاری که 800 میلیارد تومانی که گفتن، این 1500 میلیارد تومان نیاز داره. و الان هم یه واقعیت دیگه هم که وجود داره این که اون شرکت بیمه هم که میلیاردها به بیمارستان‌ها بدهکار هستند، این با این وضعیت بحث بر سر این هست که آیا واقعاً منابع مالی وجود داره وقتی که وزیر کار میگه اگر بیش از 6 میلیون رو اینها هم بخوان ثبت نام بکنن ما اینها رو منابع مالیش تامین میکنیم؟ پرسش اینه. ببینید متاسفانه سیاست‌های اجرایی که در هر زمینه در کشور ما در واقع شروع میشه با یک سر و صدای زیاد شروع میشه، ولی کم کم افول میکنه و خدمات رو به کاهش پیدا میکنه کاری که اینها خواهند کرد در صورتی که با کسری بودجه مواجه بشن، میزان پوشش این بیمه رو کم خواهند کرد. تعداد افراد رو کم نمی‌کنن، بلکه خدمات دهی و سرویس دهیشون رو کم خواهند کرد. یعنی بیمه پایه هم میشه حتی خدماتش باز پایین‌تر از اینم باز هم میشه. و اینها ببینید الان یکی از مشکلاتی که وجود داره که تفاوتی که سیستم بیمه‌های درمانی در ایران با همه جای دنیا هستش اینه که بیمه‌های درمانی در همه جای دنیا این هست که میان سیستم بسته خدماتیشون رو ارائه میدن، میگن ما این بخش از درمان رو ما پوشش میدیم و فرد میتونه بیاد از اون بسته استفاده بکنه. اما در ایران بیمه های بخشی از تصمیم گیران در واقع سیستم های درمانی ما هستن، یعنی اونا میان در کمیته های تصمیم گیری میگن این بخش رو ما میخوایم، این بخش جزء درمان پایه باشه، این نباشه، اینها رو حذف بکنن. و من پیش بینیم این هست که زمانی که با کسری بودجه مواجه بشن در واقع از خدمات و پوشش خدمات بیمه کم خواهند کرد. این نکته که در بند 9 سه اومده بود، من ابتدای برنامه خوندم، در این ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی صراحتا اومده ارائه خدمات
فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد. فکر می‌کنی که منابع مالی کم باشه این بنده زیر سوال میره؟ این هم اصلا یکی از اشکالات اساسی که بیمه ایران داره همین هست. وقتی صندوق بیمه پایه و تکمیلی یک صندوق باشه و منبع مالیش یکی باشه، وقتی قرار باشه بیمه تکمیلی رو ما بخوایم توسعه بدیم، از جیب بیمه پایه داریم میپردازیم، چون صندوق‌ها یکی هست. در واقع ظلم به کسی میشه که تنها داره از بیمه پایه به تنهایی استفاده میکنه، و این عدم شفافیتی که در مبحث صندوق‌های بیمه وجود داره، اگر ما بیمه تکمیلی رو باز بخوایم توسعه بدیم، در واقع میایم از جیب بیمه گذار بیمه پایه داریم استفاده میکنیم، و ظلم مضاعفی به کسانی میشه که از بیمه پایه به تنهایی دارن استفاده میکنن. یعنی میخوام بگم این طرحی که الان داده شده اینقدر فلکسیبل و اینقدر قابل تعویل و تفسیرهای متفاوتی هست و شفاف نیست که آینده واقعا بسیار مبهمی داره. هرچند اصل موضوع بسیار بسیار خوب است، بخصوص این مسئله آماری که اشاره فرمودید که ما آمار نداریم. یکی از کارهای اساسی که میتونه این بیمه انجام بده در واقع رسیدن به یه آمار هست، به خاطر اینکه قرار هست این بیمه اجباری باشه، و این اجباری بودنش بسیار باز کار بسیار خوبی هست که میتونه ما رو به یک آمار دقیق از میزان بیمه شده ها، میزان نیازهای واقعی کشور برای امر سلامت برسونه. آقای دکتر توفیقی برشک، این همونطور که آقای دکتر عطاری هم گفتن، این بخش به ویژه حالا بیمه ها، حالا گذشته از مطالب دیگری که میشه به تفصیل در مورد اونها شاید برنامه های جداگانه گذاشت، این بخش به نظر میاد بخش خوبی است. یعنی حداقل روی کردی است که میخواد بخشی از مشکلات نظام سلامت رو در ایران حل بکنه. سوال این هست که حالا اشاره هم کردید بودجه که دولت در مورد سلامت در نظر گرفت و بهداشت بودجه نسبتاً خوبی است در مقایسه با گذشته، ولی آیا اولویت ها ممکنه به نظر شما به رغم اون چه که رهبر جمهوری اسلامی خواسته باز تغییر بکنه؟ سال گذشته مثلا من خاطرم هست در آمار میدیدم سال 89 میگفتن اون بودجه که قرار بود از محل درآمد عادی سازی در واقع قیمت ها به سلامت اختصاص پیدا بکنه، اونها رو بردن بودجه دادن به وزارت راه به دلیل اولویتی که موقع وجود داشت. فکر میکنید الان با توجه به اینکه به نظر میاد بهداشت و سلامت رو اولویت قرار دادن، دیگه این اتفاقات نخواهد افتاد؟ ببینید، اولا من جایی ندیدم که رهبر جمهوری اسلامی مثلا اعلام کرده باشه که بهداشت یا سلامت رو در اولویت قرار بدید. این روندی هست که آقای خامنه‌ای در چند سال گذشته داشته، سیاست‌های کلی نظام رو پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌های مختلف از اقتصاد و فرهنگ و سیاست و اجتماع گرفته، حالا رسیده به موضوع سلامت، اینها تصویب شده، بعد ایشون برای اجرا ابلاغ کردند. و خود آقای روحانی که صراحتاً گفته آقای دکتر که تایی 4 سال آینده همه رو بیمه همگانی درمانی خواهند کرد. ببینید، اگر مفهوم بیمه درمانی فقط صدور یک دفترچه و ثبت نام در یک سایت اینترنتی باشه، خب بله، بنده با ایشون و شما موافق هستم که این برنامه موفق خواهد بود. اما موضوع اینجاست که مفهوم برخورداری از بیمه سلامت بسیار فراتر از داشتن یک دفترچه هستش. دفترچه‌ای که به نوعی هم امروز میشه گفت که تا حدود زیادی اعتبار خودش رو از دست داده. خود آقای مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی امروز همراه وزیر کار در یک جلسه‌ای بودند، با پزشکان اونجا سخنرانی کردن، گفته که من در عرض این چند ماه کوتاه تونستم اعتبار رو به دفترچه ها برگردونم. گرچه این یک ادعاست، اما واقعیتی رو نشون میده که در جامعه ما امروز اون چیزی که تحت عنوان دفترچه بیمه در دست بیمه شدگان هستش، از اون اعتبار و پشتوانه لازم برخوردار نیست. مفهوم داشتن یک بیمه سلامت این هستش که فرد با داشتن اون بیمه یک احساس آرامش و یک احساس آسایش داشته باشه، مبتنی بر این که اگر بیمار شد بتواند از خدمات پایه‌ای که برای تأمین سلامتی اون لازم هستش برخوردار بشه. اما موضوع اینجاست که امروز آیا حالا این 6 میلیون نفری که تازه قرار وارد بشه بذاریم کنار،
آیا 38 میلیون نفری که مثلا در تامین اجتماعی دفترچه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی در دستشون هستش از این پشتوانه برخوردار هستن؟ آیا 20 میلیون نفری که تحت عنوان مثلا کارکنان دولت یا روستاییان یا اقشار آسیب پذیر از قبل دفترچه‌های در دست اونها بوده از این احساس آسایش و رضایت برخوردار هستن که اگر دچار بیماری بشند اینها بتوانند به راحتی و سهولت هزینه های اون رو تامین بکنند؟ بنده جوابم برای شما منفی هستش. استنادم هم صحبت های آقای دکتر زالی رئیس جدید سازمان نظام پزشکی هستش. ایشون در مصاحبه با روزنامه شرق گفتن که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود، همون برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردم، قرار بود بیمه همگانی اتفاق بیفته از سال 83، قرار بود تعداد افرادی که اینها در اثر بیماری به زیر خط فقر میفتند رو کاهش بدیم. در سال اجرای برنامه یعنی 83 اینها 3% بودند. آقای زالی اعلام کردند که امروز برآوردها نشون میده که این تعداد به 7% رسیدند و بعدش هم توضیح میده که در کلان شهرها افرادی که با بیمار شدن، مخصوصا بیماری های جدی مثل سرطان، به زیر خط فقر سقوط میکنن تعدادشون به 14% رسیده و خب این یک فاجعه است. این نشون میده که این سیستم سلامت و این نظام بیمه‌ای قادر به پاسخگویی نیازهای پایه مردم نیست. یعنی اگر فردی بیمار بشه از این 14% که آقای دکتر زالی اعلام کردن مثلا یک سرطان مبتلا بشه، برای تأمین هزینه های سلامتش علاوه بر اون هزینه هایی که در از طریق مثلا بیمه ها دریافت میکنه، لازم هستش که فرش زیر پاش رو و یا ماشینش رو و یا در موارد پیشرفته تر حتی منزلش رو بفروشه به خاطر اینکه بتونه هزینه های درمانش رو تأمین بکنه. اینجا هستش که در بند 90 ماده 90 قانون چهارم توسعه قرار بود که افراد شکننده از خط فقر بر اثر بیماری به زیر 1% برسند، اما امروز بعد از 10 سال رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام میکنه که حدود 14% رسیدند. بر اساس همون قانون برنامه چهارم توسعه قرار بود که سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان چیزی حدود 30% در نهایت و در ماکزیموم 30% باشه، اما امروز وزیر بهداشت اعلام میکنه که از قول آقای رئیس جمهور در افتتاح یک بیمارستان که اعلام کرده که هزینه هایی که مردم از جیبشون برای درمان دارن پرداخت میکنن به حدود 70% رسیده. اتفاقا آقای دکتر، من تصور میکنم بخش صحبتتون قطع میکنم چون این نکته به نظرم خیلی نکته مهمه. میخوام بیشتر به این بحث هزینه از جیب بپردازیم. در مورد همین قضیه صحبت‌های آقای علی ربیعی رو که آماده هست با هم بشنویم، وزیر کار، در مورد این نسبت 30% و 70% صحبت کوتاهی داره ایشون. دولت بنا داره در فاصله 3 الی 4 سال برگردونیم به قانون 30-70، یعنی خروج از جیب بیمار رو 30% بکنیم. آقای دکتر خیلی کوتاه بفرمایید که چقدر شدنیه، چقدر خوشبین هستید این نسبت رو تغییر بدن، این 70-30 بشه به 30-70 اونطوری که ادعا می‌کنن تا 3-4 سال آینده. ببینید، من حقیقتش خیلی خوشبین نیستم. دلیل این هم که خوشبین نیستم به خاطر اینکه با ساختارهای جمهوری اسلامی تا حدودی آشنا هستم. تصمیم گیرنده های نهایی درست وزارت بهداشت یا وزارت تعاون و کار امور اجتماعی یک موضوعی رو میان اعلام میکنن، اما در انتهای داستان اون چیزی که تعیین کننده هستش میزان بودجه قابل تخصیص هستش. این منابع بودجه ما، حجم اقتصاد ما چون کوچک هستش قادر نیستش که پاسخگوی نیازهای درمانی باشه. تعرفه و سرانه‌ای که برای درمان سرانه‌ای که برای سلامت تخصیص داده شده 21500 تومان در سال 93 در خوشبینانه ترین حالت باید 140000 تومان باشه. وزیر بهداشت در جلسه‌ای که همین 30 فروردین ماه با رؤسای دانشگاه‌ها برگزار کردند گفتند که موعظه درمانی علاج کار بیماران نیست. البته ایشون، من تصور نمی‌کنم که منظور نظرشون موعظه‌هایی باشه که آقای خامنه‌ای تحت عنوان سیاست‌های کلی نظام اعلام کردند. ایشون به هر حال یک کلیاتی رو مطرح کردند که نظام درمان ما بیمار هستش
بدون درمان این بیماری امکان این که بتونیم خدمات مناسبی رو به مردم ارائه بدیم نیستش. منشأ این بیماری هم به نظر من برمیگرده به این که سرانه درمان غیر واقعی دیده شده. سرانه درمان سهمی که از تولید ناخالص ملی ما برای اون اختصاص داده شده بر اساس آخرین آماری که سازمان بانک جهانی اعلام کرده 4.2% هستش، در حالی که میانگین اون در دنیا حدود 10% هستش. حالا ما کشورهای توسعه یافته که 12%, 13% و یا 14% رو به این امر اختصاص دادن شاهد و مثال نمیگیریم، بعد که حتی کشورهای مثلا ترکیه در بیخ گوش خود ما چیزی حدود 6.5% از تولید ناخالص ملیش رو به این اختصاص داده. مادامی که سرانه درمان واقعی نشه و سهم اون از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نکنه، طبیعتاً سهم پرداخت مردم از جیب خودشون کاهش پیدا نخواهد کرد، چون درمان یک کالایی هستش که مردم تحت هر شرایطی سلامت رو پیگیری میکنن و حتی حاضرن از رفاه خودشون بزنن به خاطر اینکه از سلامت کامل برخوردار باشن. آقای دکتر عطاری، از این از جیب کردن صحبت شد، حالا ما بحث این رو میکنیم که بپذیریم که تمام اونهایی که ثبت نام میکنن در این سامانه دفترچه بیمه براشون صادر خواهد شد، بعد بحث این پیش میاد که چه سهمی رو مردم قرار بپردازن از درمان. هزینه از جیب، حالا اشاره‌ای هم آقای دکتر توفیقی کردن، در مثلا آمریکا، در بعضی از کشورهای دیگه اگه بخوایم مقایسه بکنیم استاندارد چه هست، کجا نقطه خطر هست، ایران الان چه درصدی رو در واقع در کجای اون خط قرمز قرار داره؟ مقایسه این بیمه با بیمه‌ای که حالا آقای اوباما اینجا اعلام کرده، یکی اسمش هست که میشه خب بگیم تشابه داره، یکی مسئله اجباری بودنش هست که این تشابه در واقع تشابه خیلی نزدیکی هست. آیا برای این بیمه همگانی در ایران جریمه هم در نظر گرفته شده؟ چون در بیمه اوباما کر اصطلاحاً حتی جریمه هست، کسی اگر کارفرمایی کارمندانش زیر دستش بیمه نکنه باید جریمه بپردازه. در ایران جریمه در نظر گرفته نشده، اما پیش بینی شده که برای خیلی از کارهای روزمره مردم نیاز خواهند داشت به شماره بیمه، و اگه نداشته باشن برای ثبت نام بچه‌هاشون در مدارس، برای خیلی از کارهای خدماتی روزمره نیاز خواهند داشت. در نتیجه مردم ملزم خواهند شد به اینکه حتما یه شماره بیمه داشته باشن. این اجباری بودنش یعنی از این جهت در واقع مردم کشیده خواهند شد. ضمن این که به هر حال کار مثبتی هست و حتی همون آب باریکه هم که سرازیر میشه به سمت درمان بسیار بسیار کار خوبی هست. هزینه از جیب در آمریکا چند درصد بوده؟ هزینه از جیب آمریکا به این شکل خاصی که کلی بخوام در نظر بگیریم به این شکل خاص در واقع نیومده کار بکنه. اومدن یه بخش‌هایی که نیاز دارن برای حمایت، یه چیزی در حدود مثلا درآمدهای زیر 6 میلیون تومان حالا اگه در نظر بگیریم در ماه رو، خود بیمه اوباما به صورت رایگان اوباما کیر این رو در نظر گرفتن که تمام خدمات با میزان پرداخت 0% بتونن این خدمات رو در واقع داشته باشن. الان هم بیش از 10 میلیون نفر مسکه ثبت نام، بله ثبت نام کردن، که خب با این طرح جریمه، البته این طرح جریمه هم که شما فرمودید جریمه نیست بلکه اجباری هست که از مالیات سال آینده شون برداشته خواهد شد، برداشت خواهد شد و بیمه بهشون تعلق میگیره. ولی در مورد سایر اقشار بسته به انتخاب خودشون که چه نوع بیمه رو پرداخت بکنن، بین حدود 20-30% در خدمات سرپایی در واقع از مردم گرفته میشه و در خدمات بستری معمولا زیر 10% هست. یعنی بین نسبت در واقع 10-90 و مثلا 20-30 به 70 و 80 هست تقریبا. یعنی 70-80% رو بیمه میپردازه بیمه شونده، حدود بین 10-20 یا حتی 30% در خدمات بستری که اصلا شاید یه چیزی بالای 90% بیمه ها پرداخت میکنن. و در ایران الان وضعیت چگونه است؟ پیش بینی که شده گفتم است که بالای 60% رسیده. 10-15% در روی کاغذ و در برنامه توسعه پنجمین است که 10-15% در هزینه بستری رو فقط بیمار بپردازه و 30% از خدمات سرپایی رو فقط از جیب بیمار بره، بقیه‌اش رو بیمه ها متقبل بشن. اما اون چه که عملاً داریم ما می‌بینیم، حتی بدون احتساب مبالغی که پزشکان یا بیمارستان‌ها به صورت خارج از تعرفه و زیرمیزی دریافت می‌کنن، چیزی بین 60-70% هست که اگر اونها رو هم ما به حساب بیاریم این مبلغ بسیار بالاتر خواهد رفت. این اشکال در همین مسئله است که
توسعه ای که در واقع دولت پیدا کرده، این توسعه بخش بهداشت عقب مونده از این توسعه و در واقع اون میزان ارز و میزان در واقع اعتباراتی که لازم بوده به این بخش بیاد نیومده و این عقب موندگی از جیب مردم پرداخت شده. همینطور که آقای دکتر توفیقی فرمودن، بخش درمان بخشی نیست که توقف پذیر باشه. درمان نیاز روزمره مردم است، باید انجام بشه. اگر سیستم های بیمه حامی نباشن، این بخش از جیب مردم پرداخت خواهد شد. و خط قرمز کجاست؟ یعنی اونجایی که ما صحبت از این میکنیم که روند رفتن سقوط جامعه اون در واقع درصدها به زیر خط فقر کجاست؟ به رقمی من شنیدم 40% است که مد نظر هست، چنین چیزی درست؟ روی کاغذ البته این مسئله است و چون ما آمار نداریم، این خط قرمز ها هم برای ما مشخص است. اونچه که مسلمه الان تمام هزینه های درمانی که داره مردم دارن میپردازن هزینه های کمرشکنی است. میزان سرانه‌ای که برای اینها در نظر گرفته شده، فقط دو بار اگه در سال سرما بخورن این هزینه مصرف میشه، یعنی مابقیش باید از جیب بپردازن. این نشون میده که از اون 40% که شما فرمودید شاید خیلی هم عدد ارقام متغیر و متفاوت باشه با این قضیه. تا زمانی که بخش های بیمه درمانی ما اون زیرساخت هاشون رو تغییر ندن و بر همین اساس حرکت بکنن، هر گونه حرکتی مثل این بیمه سلامت همگانی هم نهایتاً به کاهش خدمات و کاهش پوشش دهی پیش خواهد رفت و اون نتیجه لازم رو نخواهد داشت. آقای دکتر توفیقی اشاره کردن، خیلی کوتاه بفهمید، گفتن اقتصاد ایران اونقدر توان نداره، شاید بشه که اگه من تعبیر میکنم گفته ایشون رو، که بتونه این منابع رو تامین بکنه. بحث بر سر این است که لحاظ اقتصادی ایران نمیتونه این نظام سلامت رو سر سامان بده، یا اینکه اولویت ایران نیست، منابع مالیش قابل تامین هستن؟ بحث اولویت ها که خب مسئله اساسی هست. اولویت سلامت در ایران اولویت هشتم نهم هست، در همه جای دنیا اولویت دوم و سوم هست. وقتی اولویت نباشه، همین میشه که شما فرمودید یه بخشی از این هزینه ها و درآمدها زمانی که لازم باشه میره به وزارت راه داده میشه یا جاهای دیگه. این اشکال از این هست که در تفکر در واقع مسئولین ما اولویت بندی نظام سلامت اولویت های هفتم و هشتم است. این یک مسئله. اما بخش اقتصاد، ببینید بخش های درمانی در همه جای دنیا بخش های سوددهی هستند، زیانده نیستند. و اگر ما علت این که الان اقتصاد ایران، آقای دکتر توفیقی فرمودن که شرایط این قضیه رو نداره که بخواد این رو تامین بکنه، این هست که ما از بخش های سودده در واقع سیستم بهداشت و درمان اومدیم تبدیلش کردیم به یه سیستم مصرفی. بیمه ما بیمه دولتی هست، امکان رقابت وجود نداره. اینی که آقای خامنه‌ای هم در صحبتاشون فرمودن که، یا در این سیاست های ابلاغی که باید رقابتی بشه، اصلا امکان نداره. همه اتفاقا در مورد این من میخوام صحبت بکنیم که اساسا میشود تصور کرد که ما یه مجموعه از بیمه ها رو بخوایم ببریم زیر، یعنی با تامین اجتماعی. این در مورد حتما میخوام الان صحبت بکنیم و بعد بخوایم که رقابت هم وجود داشته باشه بین بیمه. ولی پیش از اون آقای توفیقی یه اشاره بکنید که در فرانسه که شما هستید هزینه از جیب چه نسبتی، چه درصدی است؟ بله، ببینید، من اتفاقا میخواستم همین رو خدمتتون خیلی سریع اعلام بکنم. ببینید، در حال حاضر نرمی که در دنیا بر اساس آمار بانک جهانی، البته یک میانگینه، حالا نرم هم نیستش، بهترین حالت اینه که مردم از جیبشون هیچی ندن، همه اون رو بیمه های سلامت تامین بکنن. اما به هر حال در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که مردم از جیب خودشون پرداختی نداشته باشن. میانگین دنیا در حال حاضر 18% هستش. در همون امریکایی که شما دارید زندگی میکنید 11% از جیب پرداخت میشه. در اتحادیه اروپا 13% پرداخت میشه و به طور مشخص در خود کشور فرانسه حدود 8% از 7.4% از هزینه های درمان از جیب مردم پرداخت میشه. این در حالیه که در ایران بر اساس آخرین آماری که وزیر بهداشت از زبان رئیس جمهور اعلام کردن، 70% از هزینه های درمان از جیب مردم داره پرداخت میشه. آقای دکتر، سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی در ایران میدونید چقدر هست؟
بله، بر اساس همین گزارشی که در سال 2012 توسط بانک جهانی اعلام شده، سهم سرانه سلامت 4.2% بوده، در حالی که عرض کردم میانگینش در دنیا 10.2% هستش و کشورهایی که زیر 5.3% مثل ایران قرار میگیرن، اینها جزو در واقع لاو اینکام ها یا کشورهایی که با کمترین حد در واقع سرانه طبقه بندی میشن. و خب این نشان دهنده اون هستش که ما علارغم اینکه یک کشور ثروتمند هستیم، ولی از لحاظ وضعیت سلامت وضعیت مناسبی نداریم. اتفاقا آخرین وزیر اقتصاد در زمان آقای احمدی نژاد در حضور آقای خامنه‌ای داشتند، بله آقای حسینی داشتند، با افتخار اعلام می‌کردند، می‌گفتند که سرانه تولید ناخالص تولید داخلی ما رسیده به 1,000 میلیارد در واقع دلار و بر اساس اون ما 17 کشور دنیا هستیم، البته بر اساس قدرت خرید نه بر اساس خود تولید ناخالص ملی ما 17 کشور هستیم. اما من میخوام خدمتتون عرض بکنم که شواهد و همین عدد و رقمایی که من خدمتتون اعلام کردم نشون میده که ما در زمینه سلامت جزو کشورهای بسیار وضعیت بغرنج و غیر استاندارد قرار میگیریم، به خاطر اینکه سرانه درمان رو واقعی ندادن، در نظر نگرفتن. اگر همون گفته های آقای حسینی رو حمله بر این نکنیم که در حضور آقای خامنه‌ای فقط خواستن عدد و رقم ارائه بدن، اگر واقعا تولید ناخالص ملی 1,000 میلیارد دلار هستش، باید ما چیزی حدود 13,300 دلار رو فرض بگیریم برای در واقع سرانه، برای در واقع تولید ناخالص ملی، که سهم درمان و سهم سرانه درمان بر اساس همین 4.2% که اتفاقا همون سالی هست که آقای حسینی به آقای خامنه‌ای گزارش میدادن، چیزی حدود 140,000 تومان برای سرانه درمان در میاد، در حالی که دو سال بعد یعنی امسال که آقای در واقع وزیر بهداشت، وزیر کار اعلام کردن، وزیر تعاون کار و امور اجتماعی اعلام کردن که سرانه درمان رو 21500 تومان در نظر گرفتن، یک هفتم عددی هستش که میبایست اختصاص داده بشه. و اینجا هستش که موضوع غیر واقعی بودن سرانه درمان که به دنبال خودش همین معضلات و مشکلات رو برای جامعه ایجاد میکنه رو پدید آورده. دولت آقای روحانی البته ادعا میکنه که سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی سهم سرانه 5.7% هست. حالا بشود در شکل دید که این در عمل چقدر اینها واقعا تخصیص پیدا خواهد کرد. گزارشی هم شرق داشت که گفته بود در فاصله سال 82 حتی حتی اگه 5.7% هم بفهم، حتی اگه 5.7% هم بگیریم، باز 21500 تومان در نمیاد آقای دهقانبو، شما چرا تخفیف میدیم؟ حتی اگه ما در 5.7% هم در واقع در نظر بگیریم، سرانه درمان باید چیزی حدود 140 تا 150000 تومان در نظر گرفته بشه. من صحبتم این هستش، وقتی سرانه غیر واقعی بسته میشه، مردم مجبورند درمان، عرض کردم آقای دکتر عطار هم گفتن در همه جای دنیا همین گونه هست که مردم درمان رو حتی اگر وسایل زندگیشون رو هم فروختن تأمین میکنن، بله، عجیب خودشون پرداخت بکنن. و اینجا اون مشکلی پیدا میشه که متاسفانه جامعه ما امروز با اون مواجه هست. بسیار خوب، یه اشاره من بکنم، شرق گزارش داده بود، گفته بود در فاصله سال 82 تا 91 شمار ایرانیانی که به دلیل هزینه های درمان به زیر خط فقر سقوط کردن 2.5 برابر شده تقریبا. یه آماری هم آقای دکتر توفیقی دادن، ولی ما فرصت زیادی نداریم، این بحث خیلی مهم هست، من میخوام این چند دقیقه پایان رو به این اختصاص بدیم. و اونم بحث این تجمیع یا تلفیق بیمه های درمان در همه زیر این ابلاغیه که رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده. حالا به وایدوتو توفیقی هم میپردازیم، ایشون خودشون مسئول بودن، مدیر کل پیشین درمان تامین اجتماعی استان کردستان بودن، حتما از منظر تجربه دولتی هم به این قضیه میپردازیم. ولی اساسا به نظر شما چقدر شدنی است که ما بخواهیم که این مجموعه در کنار هم قرار بگیرن،
ظاهراً هم به نظر میاد هدف این هست که گونه انحصار ایجاد بشه و این انحصار در نهایت به نفع بیمار، به نفع مردم تمام خواهد شد، چون قراره که هزینه ها کاهش پیدا بکنه. مثلا اگر 10 تا شرکت هستن که اینها دفاتر جداگانه دارن، اینها بیان زیر پوشش همدیگه و بتونن در واقع بسیاری از این هزینه های موازی رو کاهش بدن. ولی سوال این هست که چگونه ایشون در بند دیگری صحبت میکنم، بند 9.5 اگر اشتباه نکنم، در که میگه تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی، این دو چگونه در کنار هم قابل جمع هستن که ما بخوایم بیمه ها با هم رقابت بکنن در این حال که بخوایم که در واقع زیر چتر یکی برن؟ در واقع بحث تجمیع بیمه ها که خب خیلی وقت اینم مطرح بوده، این هم جزء اون مواردی هست که بحث های زیادی هم روش شده، ولی تا زمانی که بیمه ما بجز بیمه پایه بیمه های دیگه ما باز هم دولتی باشن، این بحث رقابت اصلا یه بحث خیلی فکر میکنم غیر کارشناسی باشه و رقابت فقط برای به دست آوردن رانت ها و اعتبارات بیشتر خواهد بود، نه برای رقابت برای بهتر شدن خدمات و خدمات دهی بهتر. و اینی که آقای خامنه ای هم در دستورشون نوشتن که بحث رقابتی بیمه ها، من فکر میکنم که این اصلا یه بحث غیر خیلی غیر کارشناسانه هست، بخاطر اینکه ولی در مثلا آمریکا میگی بیمه ها با هم رقابت نمیکنن اینجا، به خاطر اینکه بخش خصوصی وارد کار میشه. رقابت اینها در جهت این هست که میان خدماتشون رو بیشتر گسترش میدن. این شرکت میگه بیمه میگه من با توجه به پوشش بهتری که میدم، خدمات بهتری که دارم ارائه میدم و میزان درصدی که از جیب بیمار میپردازم کمتر هست، شما بیاین و از بیمه من استفاده بکنید. اینجا رقابت معنا پیدا میکنه. ولی وقتی قرار هست که ما پوشش و خدماتمون همه یکسان باشه و همه به یه شکل پوشش بدن و همه از یک جا تغذیه بشن، عرض کردم فقط رقابت بر سر به دست آوردن منابع رانت ها و بودجه ها خواهد بود، نه بر بحث، یعنی تأثیر مثبتی بر بیمار و یا استفاده کننده از خدمات درمانی و بیمه نخواهد داشت. و فقط اینها گسترش این هر بخش از بیمه، رقابت بر سر گسترش بخش خودشون خواهد بود، بیمه های نیروهای مسلح، خدمات درمانی، تامین اجتماعی، بیمه طلایی، بیمه های مختلفی که الان اسامی مختلفی هست وجود داره، همه بحث بر سر این خواهد بود. یه نکته هم در مورد این سهم سرانه اختلاف آماری که وجود داره خدمتتون عرض بکنم، این واقعا در همه جای دنیا این اختلاف آمار وجود داره. این به دلیل این هست که خیلی از سازمان های دیگه، مثلا فرض بفرمایید آموزش پرورش، یه بخشی از در واقع درآمدهای خودش رو به درمان اختصاص میده، اینها یه جاهایی میاد در سهم سرانه محسوب میشه، یه جاهای محسوب نمیشه. این اشکالاتی هست که بعضی وقتا در آمارها ما میبینیم. آقای دکتر توفیقی، همونطور که اشاره کردم شما به ارشد مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان کردستان بودید، بفرمایید که چطور این پروژه تجمیع بیمه ها شدنی هست؟ تامین اجتماعی چه انگیزه ای داره برای اینکه این بیمه های کوچک دیگر رو بخواد زیر پوشش در یک چتر در واقع اینها قرار بگیرن؟ البته من بر اساس تجربه خودم فکر نمی کنم که تامین اجتماعی تمایلی داشته باشه برای اینکه با بیمه های دیگه در واقع ادغام بشه، به خاطر اینکه ببینید موضوع منابع بیمه ها متفاوته در ایران. تامین اجتماعی منبع حق بیمه اون در واقع از دستمزد افراد هستش، حق بیمه‌ای هستش که بخشیش رو خود افراد پرداخت میکنن و بخشی از اون رو شرکت هایی که در واقع به اون وابسته هستن پرداخت میکنه، در حالی که سایر مثلا خدمات درمانی یا کارکنان دولت یا گروه هایی که حالا قبلا تحت عنوان آسیب پذیر اینها بیمه شده بودند، حق سرانه اینها رو به طور کامل دولت پرداخت میکنه. بنابراین با توجه به اینکه منشأ و منبع حق بیمه ها متفاوت هستش و اصطلاحی داشتن خود تامین اجتماعی ها که میگفتن که منشأ حق بیمه های ما حق الناس هستش و از مردم داره گرفته میشه نه از پول نفت، عملا نمیشه اون رو در واقع برد در جای دیگه هزینه کرد. اتفاقا یکی از دلایلی هم که همیشه سازمان تامین اجتماعی مورد نظر گروه های سیاسی مختلف متاسفانه در دوره های مختلف بوده، استفاده و چنگ اندازی به همین منابعی بوده که در طول سالیان از حقوق و دستمزد کارگران در این سازمان تجمیع شده و امروز بخشی از اون مثلا به عنوان درمان یا بخشی از اون به عنوان
حق بیمه بیکاری و غیره هزینه میشه. بنابراین ببینید، من فکر میکنم تحت عنوان اینکه بیمه ها قصد داشته باشن یک کاسه بشن، یعنی همه بیمه ها در زیر یک چتر قرار بگیرن برای اینکه فقط موضوع سلامت و درمان رو تامین بکنن، این شدنی نیست. به خاطر اینکه منشأ حق بیمه ها کاملا متفاوته، درصد اون کاملا متفاوته. اما اینکه یک سازمان و یک متولی به وجود بیاد که اینها رو هماهنگ بکنه، این یک امر شدنی است. به عنوان مثال، من اتفاقا رو اینترنت داشتم نگاه میکردم، یکی از مسئولان بیمه‌ای که حالا اسمش هم نمیارم در یک سمیناری یک اسلایدی رو نشون داده بود، جمع بیمه شده ها رو که جمع زده بود 83 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده در واقع شده بود، در حالی که کل جمعیت ایران 75 میلیون نفر هستش. و خب این نشون میده که امکان این که یک ارگانی که یک سازمانی که اینها رو هماهنگ بکنه و اینها رو در یک بله. ظرف برنامه ریزی مشخصی قرار بده، این شدنیست. اما اینکه همه اونها زیر یک چتر قرار بگیرن عملا به نظر من غیر ممکن هستش. ولی قبل از همه اینها باید یک در واقع کاری کرد برای مجموعه ناتوانی ها و ناکارآمدی مزمنی که نظام ولایت فقیهی به اون مبتلا شده. آقای دکتر توفیقی ازتون تشکر میکنم. آقای دکتر محمدعلی توفیقی بودن از پاریس. آقای دکتر عطاری از شما سپاسگزارم برای شرکتتون در این برنامه امشب افق. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. برنامه دوشنبه افق موضوعش آیت الله خامنه ای، هولوکاست و ایران هست. مهمان ها اردشیر بابکنیا، فریار نیکبخت و محمود صدری هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.